داداش احمد داستانی داره، قصه‌ای داره که از مرگ نجات پیدا کرده، یک زندگی دوباره پیدا کرده و میخواد در مورد عواملی که باعث نجاتش از مرگ شده و زندگی تازه بهش داده امشب با ما صحبت کنه. داداش احمد سلام، از کردم قربان. حال شما خوبه؟ قربون تو برم، خیلی خوشحالم که رو خط ما هستی امشب. من میخواستم جنابالی توضیح بدی که مشکل چی بود، زری خدافزی کردی، گفتی من دارم میگه از زندگی خدافزی میکنم، دارم میرم، میتونی توضیح بدی چی بود جریان، چی کارها کردی، چرا فکر کردی که تموم شدی زندگی و چرا الان دو مرتبه زنده هستی؟ بزرگتر و مشهورتر و نامیتر در دنیا بیمارستانی است. شما بیمارستان استنفورد رفتید، بیمارستان جان میو که یک بیمارستانی خیلی خیلی تخصصی است برای دپرشن رفتید، در سان فرانسیسکو هاسپیتال رفتید، هیچ کدوم این اثر نداد. بیشتر مریضت کرده. خب من یادم میاد که شما گفتی که به خود منم زنگ زدی، گفتی من دیگه در شرایطی قرار گرفتم که میدونم مرگم همین روزاست و من هرچی با تلفنی صحبت کردم که آقا این حرفایی که گفتی، آقا من شبابیز نمیخوام، درد بده واریوم درد میخورم، این همه بیمارستان ها رفتم، تو فکر میکنی من زنده میمونم؟ گفتم آقا داش احمد من اراده تو رو میشناسم. گفتی نه دیگه از این کارا گذشته. رفتی چیکار کردی برای اینکه با من صحبت کردی 3-4 ماه پیش؟ رفتی چیکار کردی؟ یعنی اون روزه که خیلی ناامید بودی؟ بعد از دکترها بگم نه من یادم چیش تو رفتی
وسایل ختمت هم فراهم کردی، پول دادی که نمیدونم جنازتی چیکار کنن، اینا کاملا یادم. چیکار کردی اول این رو بگو؟ شاید بگه دیگه اونه دیگه این خودشم بیان بیرون. خب یه بچه خواهر دارم به اون زنگ میدارم بسیم قضا میگرد میابود کارم رو میکرسی ها رو میگرد به اون شما میکرسی یه کار رو نمیتونستم بکنم دیگه. نشسته بودم منتظر از مرگم گذرم ترشده ولی همچنین نگم بگم بودم اینه چیه خواهد بشه چیزی میشه اینا. یه ترشده که من از این بیمارستان از این دکترها گرفتم سرطان جان هم وصیت ها نوشتم خطی رو یه کمپانی هستش به نام نفرو سوسایتی آن آمریکاییه که میان و جذب میبرن و میسودونن و این هم خواستم برم توی خواست خواستم دستم خواستم برم که عمد یه دونه است من یه دونه بوده حالا خواستم یه در شانسا به این دنیا یعنی رفتی پولم داری؟ نه نه هایی تو میده اینو توضیح رفتی پولم دادی که بعد از که مردی که وزت بسوزونم تمام این کارها رو کردی؟ همین کارها رو کردم ساید بکنم. خب بعد چی شو؟ از دکترا رو از دکترا خیلی بیمارش و اول پول رو داشتن محمد دوبار لاسو پروفیشن محمد سوم مریض من اصلا من این دکترها برای از اینکه کلاس دکتریشون رو تمام میکنن یه چند واحد هم کلاس معرفت و انسانیت جای برداختن که به مردم کمک کنن. درسته. من یکی از دوستان بهم زنگ زد که دیگه من حالم خیلی بده یک دوستان بهم زنگ زد بود مستقبت زندگی میکنه یه دردیش را دردیشی از رفیرم رنگ از شماره خانوم رو من دار توی خانوم قبلا روانشناس بود تو ایران ولی الان اینجا درس کوچ مربی زندگی بوده. پس یه آقا داشتم من یک لحظه یه چیز خدمت رو عرض کنم. شما به من گفتید که رفتید دکتر، دکترای متعدد، چقدر خرج دکترات شد؟ چند تا جمع بیمه دارم حتی تا شما میدم استنفورد که خوابیدم شد 75,000 دلار جامعه خوابیدم شد 60,000 دلار اونتر خوابیدم شد 50,000 دلار دو سلام های بیمارستان چی بچه شما هم دادم دکترایی که میرفت یعنی من به نظر میاد شما به امروز حدود 60,000 دلار پول دکترات شد، یعنی سهمی که خودت دادی از جیب دادی. دوستای درگی شد به شما زن زن این مورد خانو میداد بود یا سایلس بود این همه دویان روانشناس بوده باید میده مربی کوچ به کوچ بگم مربی زندگی مربی زندگی قبل از این مهم زن بزنم بسیم باید که خدا میخواد یه به کام به اومد مورده بداخیر یه موقعی در توی شهری یه آقی شهری شهر اومده بود سبت و میان در خونه اسمشو شما رفت که بیان بریم شهر اومده اون شهر میان خونه تو میگیده به بیرمانه در آقا ما آدم با خدای از داره چیم نمیشه و شهر میان طبعی اول رو میگیره خب و بیان طبعی دوم و بعد بایه میان میگم بیا بیان داره اینا دیگه نه با خدا هستم باز گوش نمی کنه میگه نه من با خدا هستم ولی خونه رو یاد بیمارده همه که میدن و میگه امید اون کنه پیش خدا دیگه خدا میگه که من که آدم بلی نمیدن همه اشتاها میکردن چی شد که از بابا من آدم به بسانت بیارد نه ایمد
میدونم چندین سال گرفتار دیپرشن بوده و این آخرش من میدونم که تمام زندگی سیر شده بوده و عجیبه 60,000 دلار فقط سهم خودش به بیمه داده. این تبلیغ نیست، این یک اتفاقی. چون من در تمام زندگی این خانم ژیلا سیفی رو ندیدم، در تمام مدت من از چون خواهش کردم که چون دوست من نجات دادی، چون دوست من از نظر دیپرشن در این شرایط بدی بوده، من دلم میخواد که عکست رو برای من بفرستی که من تو تلویزیون با این رفیقم داش احمد صحبت کنم و عکست رو پخش کنم. برای سپاس و تشکر یادتون باشه خانم آقایان، من تلویزیون آپادانا، تمام وابستگان تلویزیون آپادانا، یک شاهی، یک پنی، یک سنت از خانم ژیلا صفوی پولی دریافت نکردند. سیفی مذاره خانم شدی سیفی، یادتون باشه این تحقیق نیست. این کاری که در آقا داشت احمد داره میکنه برای سپاس از خانم ژیلا سیفیه، فقط و فقط که ببینید یک انسانهایی هستن که لازم نیست که شما دکتر برید، بیمارستان برید. بعضی اوقات یک کسایی هستن یک کارهای قدرتهایی دارن که میتونن روحیه شما رو از این رو بمرور کنن. عرض کردم من هیچ گونه شناسایی، وابستگی، هیچ چیزی، نه مالی نه غیر مالی به خانم ژیلا سیفی ندارم و اون چیزی که از داستان رفیق من داش احمد بر من تعریف کرد و من گفتم که داش احمد بیا این رو تو تلویزیون بگو، شاید مثل تو صدها شاید هزاران نفر آدم باشن که ممکنه این خانمش بتونه بهشون کمک کنه. حالا بفهمه چی شد. من خواستم بگم این تبلیغ به هیچ وجه من وجود نیست و خانم سیفی هم هیچ پولی به ما نداده. این آقای داش احمد رفیق منه، گاه گداری به تلویزیون هم کمک میکنه و امشب خواستم که داستان زندگیش رو ما بگه. خب بفهمه، حالا بگید که من خواهم روشن بشه برای تماشا چیان که این تبلیغ نیست، این فقط یه خدمته برای شما که اگر شاید این خانم و خانمای مثل این و آقای مثل این بتونن بهتون کمک کنن. خب بفرمایید. من الان میبینم سروخانا شماره تلفن و اسم خانم ژیلا سیفی رو تلویزیون زدن و شما بفرمایید که داستان چی شد. بعد از اومای خانم که اصلا نمیشناختم. خب خانم شفرمه اینجا زندگی میکنن، ایشون در لس‌آنجلس هستن. شما در سان فرانسیسکو به ایریا هستید، ایشون در لس‌آنجلس هستن. بله کردم و خانم سروخانم دلدار که تونست این، چون باز نمیشد این ایمیله بالاخره بازش که من عکس صفحه تلویزیون میبینیم. بفرمایید داش شما چی بود جریان؟ شما در ایران آتیش چه آتیش زدن؟ زمان شاه. یعنی شاه مغازه تا آتیش زد؟ نه به موقع درست گفتم میگه
شما مغازتون چی بود؟ من که گفتم حالا واسم تو خودت بگو چی بود مغازت؟ بگو تلفنی با هم صحبت میکنی یا میری لس آنجلس؟ خانم زیاد کشید بدید. خب تلفنی با تو صحبت کنه هر شب قد تو میخوابی؟ یعنی اون دوتا دوتا والی و بایی در دیگه نمیخوری؟ در های دیپرشن نمیخوری؟ ای بابا دمش گرمه این خانمه. Because if they share absolutely equal
باریکلا باریکلا به تو که من اول برنامه گفتم داشت احمد بچه با معرفتیه و حقیقتش این چون من معرفتش میشناسم و میدونم که بچه با معرفتی وقتی با من صحبت کرد گفت اینجوری گفتم این خانم بیار و که گفت نمیام اون خانمه و گفتم خب حالا بره ما در مورد این خدمتی که به تو کرده میخوام در مورد صحبت کنیم و من حقیقتش اول برنامه هم خدمت تو عرض کردم اصلا صحبت کامرشال و پول و تبلیغ اصلا به من برای من این خانم چیکاره است چقدر پول در میاره یا با این کار ممکنه میلیونر بشه دوشی جونش ما هم هیچ توقع مالی نداریم این کار من در راه رفاقت و دوستی احمد از من خواسته بکن کردم خواستم به شما میگم تبلیغ نیست این واقعیته حالا من نمیگم که این خانم ژیلا سیفی هر کی رو با 5 دقیقه تلفن میتونه بخوابونه من رفیق منو خوابونده حالا من خودم نمیگم خودش میگه من نمیدونم چیکار میکنی من 5 دقیقه 10 دقیقه با تلفنی صحبت کنم 7 ساعت میخوابم با دو تا والیوم در نمیخوابیده جانم دارم میشیدم اما جان من حقیقت شدی دارم فکر میکنم که دمت کردم که به من گفتی و خیلی ممنون که واقعا این خانم معرفی کردی و میدونم که حالا بعد از این هزاران هزار بیمار میرن این خانم ژیلا خانم ها امتحان کنن نشی جونشون چون ما آدم هایی هستیم که واقعا بخوام نشون بدیم که درسته که معرفت حرف اولیه تو زندگی حرف اول آخر پول میزنه بعضی وقتا هم نه معرفت هم میزنه من رفیق من این مالجه کرده و من میخوام این کارا نشون بدم که همه چیز پول نیست ژیلا خانم تو این رفیق ماله که من میدونم چه وضعی داشت مالجه کردی ما راحت بدون اینکه واقعا چشتاش داشته باشیم یا داریم مطلقا چنین چیزی نیست اومدیم که خدمت انسانی تو رو به مردم نشون بدیم و یادآور بشیم. داشت احمد گفتش که پول زیادی هم اول هم پولم نمیخواستی بگیری به زور یاد احمد آقا و پول زیادی هم نمیگیری. درست میگم؟ آره در دو تا همه چی که نگید بهت گفتم درست تو چیزی کم و گرش نمفتم. خب. از این خانوم هم از بیدون هم داشت تشکر میکنم که به من کنستم که زندگیم برش بگیرم بتونم الان شب بتونم ماشین رانندگی میکنه بتونم برم خرید خودم کنم. واو، یعنی واقعا خب اصلا نفهم چجوری مثلا میتونی رانندگی کنی؟ چی شده؟ چی کار میکنه؟ نمیتونستم این کاری چی کنی؟ نمیتونستم بکنم. دمیدن چی کنم؟ این تلفون کارم دستش بود منو مجبورم یکم که من رانندگی کنم با تلفون؟ منو مجبورم یکم که این دانشگاه ها این بیمارستان های بزرگ آمریکا از جمله استنفورد جامیل هاسپیتال سان فرانسیسکو هاسپیتال تو رو خوب نکردن این خانم تلفنی تو رو خوب کرد این تلفن برای دست به اروپا که آقا نمیخوام که چیز کنم به جلو داشم نمیخوام چیز کنم تو برای چیز دارم تو این هیچ درمایی که من مریض بودم با من بودم به پیش بگم من عربیه تو این هیچ درمایی هیچ وقت من فرمیلم نداشت همیشه توش از من بود و یکی بیان که من دو سال باید شخص بزینم و اندار که 50 سال من این شخص رو میشنستم و ایران همش میخواستن که برادران میخواستن که حالا خوب شد
و این دو تا شرط تو زندگی معمول به خیلی زیادی از اندازه انگشتم با کنش 6 تا شرط دارم. 6 تا رفیق داری؟ با من 6 تا رفیق داری؟ با تو 6 تا رفیق داری؟ من شما از جوش 6 تا در از یکی؟ این دو تا یه رفیق هست که میگم پنجا دو سال روش که فیلم نگاه پنجا سال میشتمش این اسمش از نتیجه تواتوایی مرسی شیفی اومد میخواست که حالا من خوب بشه به حال میگفتش که پول بیمارستان رو پول دکتر اینا در آن هرچی میشه من میرم تو نگران من میخوام که حالا تو خوب شه من روش تشکر من تو لیش وقت تو زندگیم کسی همچین هم من خودم همیشه رو از اون کمک کردم کسی همچین آفر چیه شده پیشتار چنه پیشتاری به تو نکرد یه متین طباطبایی آقای متین طباطبایی میشناسم متینو اون نه واقعا خواهی طباطبایی متین طباطبایی بچه لوتیه مثل خودته از من لوتی تره خب لوتی تره ما حالا لوتیگره متینو بیشتر از تو ندیدیم من شدینم بچه لوتیه خب میشناسم شما متین طباطبایی رو از این دوستان تجربه شخصی که من کشیدم و با کمک این خانم زنگ بزنم با یه زنگ بزنم که چیزی نمیشه یه سوالی ازش بکنم مردیشون رو تشخیص بده بکنم حالش رو خوب بشه این خانم من خوب کرده من که دیویست میگیرم زولاف میخوردم زولاف چی؟ زولاف چی؟ بیپیشن میدونم زولاف زنفر تلویزیون ولی طبقاته ما که عشق خانمی جیلا سفی که پول نگرفتیم که داریم این کار رو میکنیم ولی که اجازه داریم ما یه سری طبق داریم داشت همه که الان وقت بشه من به شما خواهد رو خط نگه دارم و برگردم چون زندگی شما یه زندگی استثنائیه یک اتفاق عجیب و غریب افتاده کسی که خونه بیرون نمیومده کسی که رفته دادن پولیش داده جنازه‌شو بسوزونن پولیش داده ختمش آبرو کرده قهوه‌ش خریده کارش کفنش خریده همه کارش کرده و از همه خدافظی کرده اصلا آدم در دست رفته صد دستری بوده حالا یه خانم با تلفن اینو زندش کرده به چند یه ساعت دیگه صحبت میکنی به این قشنگی به این مرتبی با این امید رانندگی میکنی برای 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 برای